رضا طالبی، روزنامه‌نگار از برلین همراه ما هستن. وقتتون بخیر آقای طالبی. ارزیابیتون از این سه هفته جنگ چیه؟ سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و بینندگان. در سال 2006 آقای طلال اسد یک کتابی رو در مورد سوءقصد انتحاری و مردم شناسی در اون زمان در فرانسه چاپ کرد که مورد توجه قرار نگرفت. در اون میگفت که متاسفانه جنگ و خشونت به بخشی از زندگی مردم تبدیل شده و مردم جهان در حال مقایسه اخلاق و وجدان هستند که اصلا واژه‌ای به نام اخلاق و وجدان امروزه در بحثی که بین کشورها وجود داره نیست و ما فقط از نفرت صحبت میکنیم. نگاه کنید تا اکنون که نزدیک خب 24 روز از جنگ میگذره، بیش از 8000 فلسطینی و 1400 اسرائیلی کشته شدن و آنچه که مشخص است در این جنگ نامتقارنی که وجود اومده و تقلیل مسئله به نوعی به مسئله بین فقط آقای نتانیاهو و حماس، مسئله فلسطین و مسئله دو دولت و ملت‌های اسرائیل و فلسطین رو به نحوی در یک بحران کجدار و مریضی انداخته که ما فکر نمی‌کنیم که بعد از این جنگ آیا احتمال چنین صلحی وجود داره یا نه. آنچه که مشخصه در جنگی که صورت گرفته بین اسرائیل و حماس، اسرائیل تلاش و این رو داره که در راستای همان معامله قرنی که آقای ترامپ مطرح کرده بود، به نوعی غزه رو در یک حالت استیصال و محاصره قرار بده. آنچه که مشخص حملاتی که صورت میگیره به نوعی تعللی که در راستای عملیات زمینی اسرائیل صورت میگیره و اسرائیل تلاش داره که به این مسئله دقت بکنه، چون یک ارتش کلاسیک هست و وارد یک نبرد پارتیزانی میشه، این هست که بتواند غزه رو به 4 بخش تقسیم کنه، از بیت الربه گرفته تا خان یونس، و این 4 بخش رو به نوعی همون کارهایی که در کرانه باختری انجام داده شده بود و شهرک‌های اسرائیلی در اطراف شهرهای مثل رام الله و نابلس قرار گرفته بودن، بتواند با استفاده از نفوذ کانالی که انجام میده و با استفاده از فرصتی که به دست آورده، بتواند اون تونل هایی رو که حماس ایجاد کرده و نقش بسیار مهمی در جست و گریز نیروهای حماس در عملیات پارتیزانی داره، به مرور اینها رو نابود بکنه. اما مشخصا این جنگی که به صورت گسترده یواش یواش داره به حالت زمینی ادامه پیدا میکنه و متفاوت تر از جنگ های 2006-2007 که بسیار کوتاه در مورد غزه انجام شده بود، نشان از این میده که در راستای تقلیل مسئله از سوی کشورهای عربی به حماس، هدف اسرائیل نابودی حماس و احتمالاً کوچ ساکنین غزه در راستای طرح سینایی که در زمان آقای مبارک انجام شده بود به سوی صحرای سینا است. ولیکن کماکان هر لحظه ممکن است در استراتژی نظامی اسرائیل تغییراتی به وجود بیاره که اون هم با اگر نیروهای حماس و یا سایر گروه‌های فلسطینی مقاومتی نشون بدن، خواستار این خواهد بود که اسرائیل به نوعی که سایر کشورها مانند ایالات متحده در این زمینه بیشتر اشتراک داشته باشد. به سایر گروه‌ها اشاره کردین، خیلی کوتاه بفرمایید چقدر احتمال وجود داره که حزب الله و اسرائیل وارد درگیری جدی بشن؟ ببینید، من فکر نمی کنم حزب الله وارد یک درگیری جدی بشه. با توجه به تهدیداتی که اسرائیل هم به حسن نصرالله انجام داده، حزب الله با عملیات کجدار مریضی که در شمال اسرائیل انجام داده، نشون از این میده که خواهان این نیست که درگیر بشه. حزب الله بعد از جنگ 33 روزه به نوعی به یک آتش بس موقت با اسرائیل رسیده و کماکان پتانسیل لازم رو هم برای این نداره که مستقیما با اسرائیل درگیر بشه، چون این درگیری فقط درگیری بین حزب الله و اسرائیل نخواهد بود و تاوان اون رو شاید بیروت و تهران هم بدن.